22 اپریل روز جهانی زمین پاک. دوم آوریل مصادف با دوم اردیبهشت به عنوان روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده است. این روز هر ساله در 193 کشور جهان توسط حامیان، فعالان و علاقمندان محیط زیست گرامی داشته می شود. در ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاک از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا می شود و نخستین روز این هفته به نام روز زمین پاک نامگذاری شده است. هدف از گرامی داشت این تاریخ افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. در سال 1969 جان مکمونل ایده برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو درباره محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی کرد. واقعیت آن است که بیش از آن که این سیاره به ما نیاز داشته باشد، ما به آن نیاز داریم و در حال حاضر زمین تنها سیاره قابل سکونت است و مسئولیت حفظ و نگهداری از آن بر عهده ماست. چرا حفظ محیط زیست اهمیت دارد؟ تا سال 2050 تعداد پلاستیک های رها شده در دریاها و اقیانوس‌ها بیشتر از ماهی ها می شود. 50% پلاستیک های رها شده در طبیعت صرفاً یک بار استفاده شدند و بعد دور ریخته شدند. هر سال بیش از 8 میلیون تن پلاستیک در دریاها و اقیانوس رها می شوند. پلاستیک ها در طبیعت تجزیه نمی شوند، بلکه به ذرات ریز تبدیل و در خاک وارد منابع خاکی و در آب وارد بافت ماهیان و دیگر جانداران و در نهایت وارد چرخه غذایی انسان می شود که در طولانی مدت مشکلات را برای سلامت انسان ها به همراه خواهد داشت. مصرف پلاستیک و تبعات زیست محیطی آن موضوعی جهانی است. از این رو اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت مقابله با آلاینده‌های پلاستیکی ضمن ارائه پیشنهاد ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرفی خواستار جمع‌آوری بطری‌های پلاستیکی تا سال 2025 شد و در همین راستا بعضی از کشورهای آفریقایی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را ممنوع کردند. افزایش دمای زمین موجب وقوع سیل، طوفان و بلایای دیگر همچون آتش‌سوزی جنگل‌ها می‌شود که این موزل علاوه بر زندگی بشر، زندگی آبزیان و حیوانات همچون پرندگان را نیز مختل نموده است. سالانه 5000 نفر به دلیل نوشیدن آب آلوده در جهان جان خود را از دست می‌دهند. در دسترس نبودن آب شرب مناسب، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن دریاها و تالاب‌ها که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از دیگر مثال‌هایی است که بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید دارند. علی‌رغم تأکید بر اهمیت سلامت و حفظ محیط زیست، متأسفانه وضعیت محیط زیست ایران شرایط مطلوبی ندارد و با توجه به آنکه بر اهمیت محیط زیست در قانون اساسی کشور در اصل 50 و برخی دیگر از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی تأکید شده است، اما متأسفانه توجه به این مهم توسط دولت جمهوری اسلامی و شهروندان بسیار ناچیز می‌باشد و این بی‌توجهی قطعاً آینده محیط زیست ایران را بحرانی‌تر می‌کند. البته فعالان محیط زیستی در مقابل این وضعیت و تخریب محیط زیست ساکت نبوده و به اشکال مختلف اعتراضات خود را نسبت به سیاست‌های اشتباه و بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران بیان نمودند. گاهی اوقات این اعتراضات به شکل برگزاری تجمعات و گاه به اشکال دیگر همچون ایجاد کمپین‌های مجازی و یا نوشتن مقالات و یا ساختن فیلم‌های مستند از وضعیت موجود بوده است. هرچند که در بسیاری از موارد این اعتراض ها با عواقبی همچون تهدید بازداشت و محاکمه فعالان محیط زیست همراه بوده و بسیارند فعالان این حوزه که اکنون در زندان های ایران محبوس هستند. زیستن در محیط های آلوده به انواع آلاینده ها، زباله ها، پسماند های صنعتی و خانگی در کنار آلودگی های صوتی، همه و همه به عنوان تهدیدی برای اکوسیستم ها و نیز محیط زیست شهری، مخاطره‌آمیزترین نوع زندگی در عصر حاضر است. به همین علت سازمان ملل متحد در سند 2030 یونسکو و در اهداف 14 و 15 به حفظ و استفاده پایدار از منابع دریایی و همچنین حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی تأکید نموده است. و در کنوانسیون های مربوط به محیط زیست همچون بازل، مونترال، رامسر، کیوتو، تهران و امثال آن از مردم سراسر جهان و همچنین دولت مردان خواسته است که حفاظت از محیط زیست را جدی بگیرند
و در راه آن کوشش کنند. اما چگونه می توانیم به زمین خود کمک کنیم؟ کمتر از ماشین شخصی استفاده کنیم، پیاده روی کنیم و یا از دوچرخه سواری لذت ببریم. داوطلب شویم. می توانیم وقت آزاد خود را به فعالیت در سازمان‌ها و تشکل‌های محیط زیستی بگذرانیم و کارهای زیادی برای حفظ سلامت زمین خود انجام دهیم. قبوز را آنلاین پرداخت کنیم. با این کار از قطع میلیون‌ها درخت جلوگیری می‌کنیم. دانش کلید همه چیز است. آگاهی خود نسبت به محیط زیست و روش‌های ساده کمک به آن را بهبود ببخشیم و به دیگران آموزش دهیم. بازیافت کنیم. وسایل و دور ریختنی‌های زیادی وجود دارند که قابل بازیافت و مصرف دوباره هستند. از آنها استفاده کنیم. از نشن لوله‌ها جلوگیری کنیم. درخت بکاریم. درختان یکی از مهمترین و بزرگترین اجزای زمین هستند. درختان را قطع نکنیم و در صورت امکان در مناسبت‌های مختلف درخت بکاریم. حیوانات را فراموش نکنیم. به حیوانات اطراف خود اهمیت دهیم. دیگران را به رویدادهای محیط زیستی دعوت کنیم و اهمیت حفظ محیط زیست را به کودکان آموزش دهیم. و در نهایت فعالیت‌های خود را صرفاً به روز زمین پاک محدود نکنیم. در تمام 365 روز سال دوستدار محیط زیست باشیم و هر روز را روز زمین پاک بدانیم. بچه خوش گفت سهراب سپهری. یادم باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.